فصل تازه ای از افشاگری درباره فساد در شستا، هزاران میلیارد تومان پول و بیش از هزار صندلی گران قیمت مدیریتی، یکی از مهمترین گلوگاه‌های رانت مقام‌های جمهوری اسلامی با همه گرایش‌های سیاسی. شستا ابربنگاه اقتصادی چگونه به لانه فساد اصلاح طلبان و اصولگرایان تبدیل شد؟ پایان را تصویب شد. تصویب گزارش نمایندگان مجلس انقلابی مورد تایید نظام از فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا در فاصله سالهای 92 تا 99، یعنی دوره مدیریتی اعتدالیون و اصلاح طلبان. بر اساس این گزارش، تخلفات گسترده‌ای در برخی شرکت‌های شستا رخ داده، از جمله در شرکت ذوب‌آهن اصفهان که نیاز به واردات انبوه زغال سنگ و کوک دارد، و به زعم اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص از شستا، واردات این مواد اولیه به نفع دلالان به شکل بی‌رویه‌ای افزایش یافته و زیانی معادل بیش از 14 هزار میلیارد تومان رقم زده. همچنان که گفته شده، معاون فروش پیشین ذوب‌آهن پس از مهاجرت به آلمان با ثبت یک شرکت، کالاهای مورد نظر ذوب‌آهن را وارد کرده و در شرکت بازرگانی این کارخانه هم نقش موثری دارد. شاید یکی از مهمترین بخش‌های گزارش مجلس مربوط به شرکت رایتل است، اپراتور سوم تلفن همراه در ایران، که به گفته اعضای هیئت تحقیق و تفحص در چنبره یک حلقه شبه امنیتی قرار گرفته و به وضعیتی اسفناک رسیده. به گفته آنها، شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان که در سال 95 تأسیس شده، در فرایندی متقلبانه سهام رایتل را با پولشویی و به ثمن بخس در اختیار گرفته. در بخش دیگری از گزارش هیئت تحقیق و تفحص به فساد در فروش قیر در شرکت نفت پاسارگاد اشاره شده و از کشف حلقه‌های فساد تو در توی مرتبط با مقامات ارشد کشور گفته شده و تأکید شده که در فروش قیر رانت اطلاعاتی بسیار مهم است و این رانت از طریق نزدیکی با مقام‌های کشور به دست می‌آید. باز هم اشاره‌ای به این حلقه‌ها نشد، اما به نظر می‌رسد گزارش به احسان دلاویز اشاره دارد، مشاور امور جوانان دولت خاتمی و از متهمان اختلاس در بانک سرمایه که در کار فروش قیر بود. او برادر محسن دلاویز است، مدیر عامل پیشین شرکت نفت پاسارگاد و مشاور زنگنه. حجم فسادی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده، در مقابل واقعیت فساد سازمان یافته در شرکت‌های شستا تقریبا هیچ است. بنگاه اقتصادی بزرگ زیرمجموعه تأمین اجتماعی که از 9 هلدینگ تشکیل شده، غول‌های اقتصادی که در تمام حوزه‌ها فعالند، از تولید سیمان گرفته تا کشتیرانی، هواپیمایی، بانکداری و حتی گاوداری، در قالب 166 شرکت با دارایی بیش از 57 هزار میلیارد تومان و با سود سالیانه 32 هزار میلیارد تومان. هلدینگ خصولتی که از طریق سازمان تأمین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، امکانی که این وزارتخانه را به مرکز رانت تبدیل کرد. دولت‌های جمهوری اسلامی صندلی‌های هیئت مدیره این شرکت‌ها را در زدوبندهای سیاسی بین دولت و مجلس می‌فروشند. این مجموعه چنان قدرتی دارد که می‌تواند وزیر استیضاح کند و آبروی رئیس مجلس یا رئیس جمهور را ببرد. همچنان که احمدی نژاد در یک شنبه سیاه سال 90 در جلسه استیضاح وزیر وقت کار با پخش فیلم مذاکره پنهانی سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین و رئیس آن زمان سازمان تأمین اجتماعی، با برادر رئیس مجلس که مشغول کارچاق‌کنی بود، مجلس را به هم ریخت. به گزارش اخیر هیئت تحقیق و تفحص برگردیم، گزارشی که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امضایش کرد. او همان کسی است که علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی در جلسه استیضاح دربارهش افشاگری کرد. برادر پور ابراهیمی، آقای کهنوجی رو میشناسید شما؟ رزومش دست من چی کار میکنه؟ اگر ایشون مدیر عامل مس میشد، مشکل شما با من اینچنین ادامه پیدا میکرد. آقای رضا کهنوجی، برادر همسر پور ابراهیمی، بعداً به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و خیانت در امانت دستگیر شد. پور ابراهیمی البته تنها نیست. سال 92 روزنامه تهران امروز خبر داد که 200 نماینده فعلی و سابق مجلس عضو هیئت مدیره شرکت‌های شستا هستند. مشتی نمونه خروار، شرکت ایرانون متعلق به شستا یک سال و نیم پیش
یکی از اعضای هیئت مدیرهش را با حفظ سمت سرپرست معاونت بازرگانی این شرکت کرد. روح الله فقیهی داماد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد است، همچنان که پسر عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی هم عضو هیئت مدیره شرکت سولیران بوده زیر مجموعه شستا، و نیما مؤمنی زاده برادر همسر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد و نماینده اصولگرای مجلس فعلی رئیس هیئت مدیره شرکت سهند و مدیر عامل شرکت بیمه حکمت بوده، هر دو متعلق به شستا ابربنگاه سازمان تامین اجتماعی که رئیس پیشینش در دولت رئیسی به این دلیل برکنار شد که حاضر نشد مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند. اما صندلی های هیئت مدیره شرکت های شستا سرمایه خانوادگی مقام های ارشد نظام است. اصلاح طلب و اصولگرا فرقی ندارد، کسانی که افشاگریشان هم تنها یک هدف دارد، خالی کردن صندلی های هیئت مدیره برای اقوام خودشان. صندلی های رسوایی کارگزاران خامنه ای. مشتبه پور محسن، لندن.